سلام، مدل آیزینگ یا مدل ایزینگ چرا اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر همه راجبش صحبت کنن توی فیزیک آماری؟ علت اینه که مدل آیزینگ اولین تلاش بوده که به این سوال جواب بدیم که چرا وقتی یه آهن رو سردش میکنیم تا یک دمای خاصی آهن خاصیت آهن ربایی نداره، ولی از یه جایی به بعد آهن تبدیل میشه به آهن ربا. و این خیلی چیز عجیبیه، اینکه یک خاصیت بزرگ مقیاس به عنوان مغناطیس در یک سیستمی از یک جای به بعد ظهور میکنه و تغییرات این کمیت جوریه که ما یک اصطلاحاً گذار فاز پیوسته میبینیم. یعنی مغناطیس صفر 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 در یک دمای خاص که شکنه دمای کوری، این مغناطیس شروع میکنه زیاد شدن و پیش میره. فیزیکدونا دنبال این بودن که آقا ما یه مدلی می‌خوایم که این پدر رو توصیف کنه، و این یعنی که ما یک سازوکاری می‌خوایم که با دونستن اطلاعات در ریزمقیاس، یعنی با دونستن اینکه چه اجزایی با هم چطوری دارن بر هم کنش می‌کنند، بشه این خاصیت بزرگ مقیاس رو فهمیم. یه نکته که خیلی مهمه و گاهی ازش ما غافل میشیم اینه که تا قبل از اینکه این مدل توسعه پیدا کنه، مردم فکر میکردن که خب ما آهن رو توی دوتا رژیم داریم، رژیم غیر مغناطیسی، رژیم مغناطیسی، و برای هر کدوم از این رژیم ها ما باید یک مدل داشته باشیم، یعنی اصطلاحاً یک همیلتونیانی داشته باشیم که آهن رو در دمای فوق بحرانی وقتی آهن ربا نیست توصیف کنه، یه مدل هم داشته باشیم برای وقتی که آهن رباست. مدل آیزینگ ابتکارش اینه که با یک دونه همیلتونی دو حالت رو توصیف میکنه، یعنی ما یک اصطلاحا همیلتونی مینویسیم برای مدل آیزینگ، و این خیلی اجاب انگیز خیلی خوب کار میکنه، قبل و بعد از گذار فاز رو برای ما توصیف میکنه. برای همینه که این مدل که برای یک سیستم بس ذره‌ای نوشته شده، چون ایده اینه که آهنربا از چی ساخته شده؟ از آهنربای خیلی خیلی کوچیک‌تر که کنار هم قرار گرفتن، و فیزیکدونا اصطلاحاً اینو میگن اسپین، و رفتار جمعی این اسپین ها سبب میشه که توی یه آهن، توی یه قطعه آهن مثلا مغناطیس در راستای شمال ایجاد بشه یا جنوب. این خیلی چیز عجیبیه که ما یه مدل داریم که داره توصیف میکنه که این اسپین ها دو به دو چطوری با هم برهم کنش میکنن، و بعد با یه پارامتر کنترلی مثل دما رفتار جمعی اینا عوض میشه. یعنی ایده اینه که در دماهای بالا این اسپین ها هم جهت نیستن و به صورت تصادفی بالا و پایین میشن. برای همه اگر شما روی یه عالم مثبت یک و منفی یک جمع بزنید، چون اینا واحدهای مغناطیسن، مغناطیستون صفره، چون دما زیاده و این دما معنیش افت و خیزه، معنیش نویزه توی سیستم. اینا همینطور بالا و پایین میشن و هیچ رفتار جمعی هم نظر نیستن مردم. اما وقتی دما رو کم میکنیم تمایل زیادی پیدا میکنن این اسپین ها، یعنی آهن ربای خیلی کوچیک، دونه دونه با هم همجهت بشن، و این همجهت شدنشون سبب میشه که مغناطیس به طور بزرگ مقیاس ظاهر بشه. مدل آیزینگ نه تنها داره میگه که با یه دونه همیلتونی میشه این گذار فاز رو توصیف کرد، بلکه اطلاعات خیلی جالبی هم علارغم سادگیش میده. و اون اطلاعات مربوط به چیه؟ مربوط به اتفاقاتی که توی نقطه گذار میفته. یعنی ما توی نقطه گذار فاز، همونطور که تو ویدیوهای قبلی حرف زدم، یک سری رفتارهای توانی میبینیم، اسکیلینگ ریلیشنشیپ میبینیم، و مدل آیزینگ سرنخ خوبی ما میده که چطوری بریم اون رفتار مقیاسی سیستم رو بفهمیم. برای همینه که مدل آیزینگ با همه سادگیش اطلاعات خیلی زیادی به ما میده. ما به اینا میگیم توی مدل توی فیزیک. مدلایی که در ظاهر مصنوعی ان، خیلی از حقیقت دورن، حتی ملاحظات کوانتوم مکانیکی هم ما توی این حالتی کلاسیکش لحاظ نکردیم، ولی شناخت خیلی خوبی به ما میده و ما خیلی زیاد میتونیم راجعش درک کنیم. و این اولین قدم میشه که ما بریم سراغ شناخت سیستم های بس ذره‌ای که در آنها رفتارهایی در بزرگ مقیاس ظهور میکنن. برای همینه که فیزیکدونا خیلی علاقه دارن مدلایزینگ رو بردارن و ببرنش توی خارج از فیزیک و از این استفاده کنن، و اینقدر این مدلایزینگ رو هی تعمیم و تعمیمش میدن که رفتارهایی که توی مثلا یک عالم باکتری که دارن با هم زندگی میکنن رو ببینن. خلاصه که این دلیل اینه که خیلی مدلایزینگ جذابه و فیزیکتون خیلی راجبش صحبت میکنن، و این میمی هم که گذاشتم توی پوستر دلش اینه. اگر میخواییم مدلایزینگ رو بدونید، باید یک کمی مکانیک آماری بدونید و علاقه داشته باشید.